خب دوباره قطع شدیم. البته منم شارژ گوشیم تو خوبه، نه فعلا میتونم صحبت کنم. من یه جنبندی صحبت قبلی رو بکنم، بعد اینا رو به هم میچسبونم، تو یوتیوب میذارم. ببینید، اینکه تیم آقای روحانی تحت تاثیر فرهنگ غربیه، خب اینا نشون از بیسوادیشون میده، چون خود غرب فرهنگش از دست داده، تحت تاثیر فرهنگ گلوبالیسم جهانی هستش. خودشون به بنبست رسیدن در تمامی حوزه، در اقتصادشون یه اقتصاد شکست خورده است، اقتصادشون رو داره جریان صهیونیستی با برندهای فروشگاه زنجیره‌ای میچرخونه و غیره، یا کارتل‌های زنجیره‌ای. و مسئله‌ای که وجود داره اینه که زندگی در غرب به یک چالشی رسیده که خود غربی‌ها تو غرب زندگی نمی‌کنن. اون غربیایی که وضع مالی خوب، مثلا ما تو ایران اونایی که وضع مالیشون خوبه مثلا پولا رو جمع می‌کنن بیان اروپا زندگی کنن، خود اروپایی که وضعشون خوبه پولا رو جمع میکنن میرن تو جزایر حالا مختلف در دنیا که حالا سرزمین های فرادریایی فرانسه یا انگلیس باشه، یا میرن در جاهایی در آفریقای جنوبی، آفریقای غربی، یا مثل ماداگاسکار اونجا دارن زندگی میکنن. این حقایقی که وجود داره. و متاسفانه ما میبینیم دولتمون خیلی برای من عجیبه، اینا چشم هستن به غرب که مثلا بخوام مشکلات داخلی رو حل کنم. انسان عاقل تعجب میکنه، چون غرب از خودش واقعا دیگه نمیتونه چیزی داشته باشه. حالا باز آمریکا در یک برهه‌ای تا قبل از آقای کلینتون، بله خیلی قدرتمند بود آمریکا تو حوزه اقتصاد، دارم عرض میکنم خیلی قدرتمند بود، ولی پس از دوران آقای کلینتون با اشتباهات اقتصادی که کلینتون داشت و مسیر رو باز کرد که کارخانجات آمریکایی بیرون از خاک آمریکا بتونن در مکزیک در جای ارزان قیمتی برن کارخونه بزنن و با کارگران مکزیکی کار جلو ببرن، اقتصاد آمریکا خیلی داغون شده. یه اقتصاد کاملا کازینوییه و یک اقتصادی است که بدون پشتوانه فقط اسکناس چاپ کرده. اسکناس به خودی خود خب هیچ ارزشی نداره. این اسکناس شما هر چقدر چاپ کن، پشتوانه طلا وقتی که نباشه مثل یک سررسیده. مثلا اینه که شما لباستو باش برده باشی یه خوشرویی، یا مثلا ماشینتو داده باشی یه تعمیری بکنن، یه برگه بهت میده میگه آقا این ماشینت اینجاست. خب حالا شما فکر کن در این اقتصاد کازینویی آمریکا فقط این برگه ها رو مثلا دادن دست این و اون، ماشین یا مثلا لباس که اضافه نمیشه، این برگه برگه علکیه. بنابراین من تعجب میکنم از روحانی و تیمش، این افراد تکنوکرات که اینا همش میخوام غرب و الگو قرار بدن. این یه خورده به من فشار میاره. ببین من اینه که میگم، نه اینکه حالا الگوی ایرانی یا الگوی مثلا اسلام شیعی درسته، نه، بحث من اینه که ولی الگوی غربی غلطه. پس ما با ساز و برگ خودمون، با فرهنگ خودمون یه آسیب شناسی کنیم، بر پایه خودمون بیایم کشور رو دوباره بسازیم. تمام حرف من اینه. مگه نه این غربیه رو که من دارم میبینم، که این غربیه که اولا اینقدر وضعیت مالیشون بده، همه اولا کشور غربی گدا پرورن، یعنی مردم خودشونه، بعدم پناهجو اینا رو به سیستم گدایی بار میارن که اینا یورو به یورو، سنت به سنت پول خودشونو حواسشون باید باشه، نمیتونن ولخرجی کنن، نمیتونن، چون شرایط جوریه که دولت اجازه نمیده اینا پول زیاد پس انداز کنن، فشارهایی که وجود داره، بعد زندگی کنید تا بفهمید چی میگم. و خودشون هم که شرایطشون بالاترین افسرده ها رو دارن، سیستمشون هم به ته رسیده. من میگم آقا اگه قراره کشورمون که مشکل داره مشکلات رو حل کنیم، چرا مثلا با غرب؟ این خیلی حرف منه، این نمیفهمم که حالا هواداران آقای روحانی و اینا نمیفهمم، من واقعا درکشون نمیکنم. خب بذارید آقای حمیدرضا رو، حمیدرضا رو بیارم. چند تا حمیدرضا داریم؟ خب بذارید اجازه بدید شما بفرمایید، بعد خانم رین. آقای حمید رضا، آقای حامد صادقی. درود عزیز، اینترنت ضعیفه، ولی بفرمایید. از اینترنتتون ضعیفه، قربونت برم، شخص دیگر ما بیاریم. شما بیا 39 یا همچین چیزی بفرمایید. بعد خانم ریحان میاد. درود بر شما، زنده باشید. آقا سلام، خسته نباشید. درود بر شما، زنده باشید جونم، بفرمایید.
خوب است امید، قربتون برم، زنده باشه. بفهمه صدا میاد؟ شما صدا من دارین؟ من صدای شما رو عالی دارم. بله خب خسته نباشید، شبتون. الان نمیدونم قربت. اونجا چه ساعتیه، ولی اینجا شبه. بفهمم بفهمه چه مهم نیست. یه چند تا سوال داشتم خدمتتون، بفهمه جناب. میخواستم ببینم شما که انقدر جانانه دفاع میکنید از رهبری و یه آدم میان پرست هستید و کارتون هم خیلی عالیه، بله مشکلتون دقیقا با نظام و رهبری چیه؟ خیلی مثلا مشکل که مبهم خیلی این قضیه. عزیزم، من 2000 تا برنامه ساختم، آخه الان چی بیام بگم؟ خب یه توضیح بدید، من حقیقت تازه دارم دنبالتون میکنم، چند وقتی از بالا ببین رقصیده آخه یه نیستم. توضیح بدم، چیز توی برداشت میشه، چون این مسائل باید باز بشه، منم بازش نه که باز نکردم. 2000 تا، من 6 سال دارم برنامه میسازم، 2000 تا برنامه قضایی رو باز کردم، ولی در کل مشکل درست. من جاهایی است که بر اساس منافع ملی شاید اون کار انجام نشده باشه، یا بر اساس فرهنگ ایرانی انجام نشده باشه. خیلی اصرار رو فرهنگ اسلامیت و کمرنگ کردن فرهنگ ایرانی یکی از مشکلات اساسی من با این حکومته. یه بخش دیگه که خیلی شدید مشکل دارم اینه که این حکومت میگه که من آقا مثلا جلوی فرهنگ غربی وایسادم، ولی یکی از اساسی ترین ارکان فرهنگ غربی رو آورده در نظام گنجونده به نام جمهوریت. جمهوریت اصلا غربیه و سیستم پادشاهی که کاملا یک بحث آریایی است و علاوه واژگی نفی میکنه، ولی علاوه ساختاری میاد ولایت فقیه درست میکنه که یک شبه پادشاهی دیگه یه. من مشکلم اینه که این معجون جمهوریت و ولایت فقیه که در حقیقت فر پادشاهی ایران توش پنهان شده، اینا با هم ناسازگاره. مشکلات زیاده در این حوزه فکری و ایدئولوژی، ولی درست. بخوام صحبت کنم تا صبح میتونیم مثلا بازش کنیم و خیلی بحث طولانیه. و این مدل چیزش، یعنی این مدل پرسش و این مدل پاسخ دادن من، فکر نمی کنم یک نتیجه درستی رو در نهایت داشته باشه، چون باید اینا باز بشه همش. خب یعنی منظورتون اینه که جمهوریت برگرفته شده از خود غربه؟ نه نگفتم برگرفته شده، خود غربه. خود اصلا غرب. فرهنگ غربی. بله جمهوری، حالا آخه شما واژه به جمهوریت هم عربیه، ولی محتوای جمهوریت کاملا غربیه. خب آخه ببین، یه سری صحبتاتون منافات داره آقای چرا؟ دانا با حرفاتون و رفتارتون. آقا شما ببین تازه من رو دنبال میکنید، فرید تو بشم، چون صحبت من اصلا نشنیدید درست حسابی که الان بخواید تایید کنید یا رد کنید، چون تازه من رو شناختید. درسته، من میگم یه چند یک دو تا کلیپ ازتون دیدم، خب خب یکی یه دو تا کلیپ ویدیو ازتون ببخشید، برای دیدم یک که من صحبت هم اندازه یک اقیانوس حرف داشته، و من اینو تو 2000 تا برنامه این اقیانوس و بخشایش رو اومدم باز کردم و نشون دادم. یکی دو تا برنامه در حد یک تنگ ماهی هم نیست که ما بخوایم در موردش صحبت کنیم. من همین میگم به نتیجه درستی نمیرسیم. خب این ولایت فقیه که موروثی نیستش، مشکل اینه شما دارید میگید مثلا مشکلتون الان مثلا دقیقا با ولایت فقیه چیه؟ میخوام اینو رو بدونم، بیا تو یه خورو گفتم باز کنید. ما من به عرف... نتیجه نمیرسیم. نه نه ما به نتیجه نمیرسیم به خاطر اینکه شما برنامه منو ندیدی، ولی خب اینجا باز اینو پاسخ کوتاه میدم و شما رو میبرم پایین، دوستان دیگر رو میارم. در مورد ولایت فقیه، ولایت فقیه میگه آقا من بر اساس شرع اسلام قوانین مدنی و قوانین سیاسی کشورم رو تو مجلس میام میچینم، کلاته همینم از دوران مشروطه به جای مون، چون تو قانون مشروطه هم بند دومش همین بود که تمام مسائل کشور بر اساس قوانین و شرع اسلام من انجام بشه. من مشکلم اینه که میگن قوانین و شرع تمام مسائل کشور بر اساس فرهنگ ایرانی باید انجام بشه، نه شرع اسلام. ولی اینجا یک بحث خیلی ظریفی میمونه و اینه که ایران بر اساس شرع اسلام شیعه این کارو میکنه، برای همین خود شیعه رو من اعتقاد دارم کاملا یک زرتوش و یک فرهنگ ایرانی پنهانه، و از این بابت یک بحث پیچیده میمونه که باید راجبش حالا ساعت ها صحبت کرد. به هر حال خیلی خوشحال شدم شما اومدید بالا، بزرگواری کردید. بعد یه قربونتون سوالم برم. بپرسم، حالا خواستید با هم خدافظی بفهم می‌کنیم، می‌خواستم ببینم بفهم دلیل اینکه از ایران رفتید چی بوده. آقا ببخشید، داستان حسین کرد شبستری من باید بگم. من تو ایران چند بار زندان، 5 بار زندان رفتم، اینا شما اصلا نمیشناسید متاسفانه. در حال قربتون برم، زنده. درسته، قربتون برم، زنده باشید. حالا یه سوال آخر بپرسم خدافظی کنیم، اگه اجازه بدم بهتون که برگردید برمیگردید. اصلا مشکل میدید چیه؟ شما نمیشناسید، آخه شما نمیشناسید صحبتی که میکنید آدم نمیدونه چی بگه. اصلا مثل این میمونه که ما الان داریم فیلم
لیلی و مجنون میبینیم، بعد 2 ساعت شما مثلا بیا بپرسی لیلی مرد بود یا زن بود، من این همه سال جلوی دوربینم و شما تازه اومدی مثلا یه چیزایی میپرسی که من 6 سال پیش داشتم پاسخ میدادم. خیلی خب، پس باید بیشتر دنبالتون کنم، بیشتر با پاتون آشنا برم. بشم. زنده باشید، زنده بزرگ، خوشحال شدم، لطف کردیم زنده برم شما همچنین. این باید متاسفانه یک بشناسیم که بعد در تایید یا رد نظرش بر بیاییم. آخه نشناخته که چه تایید کنیم چه رد کنیم که چیز جالبی نیست. من الان چی بیام بگم؟ اوسط داستان خب ببینم که دوستانی که میخوام بالا بیان. بله بفرمایید خانم ریحانه. سلام قطع مجد. شدید شما؟ بله قطع شدید. بله آره من قطع شدی و نمیدونم حالا فکر کنم مشکل از سمت شما. بفرمایید بشینید. بله آره پیرو اون صحبت های قبلیمون میخواستم بگم که در مورد آقای دولت روحانی و اینا بود، گفتی نگاهشون به سمت غرب و اینا. آخه جالب اینجاست که نگاهشون به سمت غرب بود و هست هنوز و آخه دستاوردی هم نداشتیم. من میخوام بدونم نه. چرا هنوز با اینکه دستاوردی نداشتیم و بدترم شده، چرا هنوز باید نگاهشون واقعا اون سمت باشه؟ این این بحث پیچیده خوب... دیگه این بحث پیچیده که البته تو تاریخ 200 ساله ما که داستان فرنگ فرنگ گفتن دوران قاجار شروع شد این بحث مطرح بوده و این یک قرض زدگی خیلی عجیبه. یعنی میگم مثلا ما چیزی که من فهمیدم ما ایرانی ها بخشیمون عجیب قرض زده هستیم که یکی دو بارم خیلی بنا نسبت به بحث من واژه بدی گفتم، ولی اینه که مونده که فقط درکی از ایرانی ها همچنان آقای روحانی اینا فردا بگن ادرار مثلا غربیان هم باش میشه اتکلون درست کرد. یعنی تا این سطح دیگه مونده. خیلی عجیب هم اینا. مثلا در اروپا من میدینم که طرف مثلا شما مثلا اون پولی که پول شارژ خونه رو باید بدی در ماه در سوئد یه چیزی نزدیک 5 6 میلیون تومان شما باید پول شارژ مثلا راهرو و خونه و اینا رو بدی. اما شما تو ایران مثلا بحث 4 5 هزار تومان بود که رو هم بزنی مثلا این واحدا 4 5 هزار تومان هر کی بزنه مثلا بیان راه راست شما اینو نمیدادی، بعد اینجا 4 5 میلیون داری میدی، یه چیزی 100 برابر اینجا بحثا داری میدی. چجوری مثلا اینو دفاع میکنی ولی من ایرانو دفاع نمیکنی؟ یعنی یه چیزایی آدم میبینه یا مثلا شما تو خیابونای ایران آسفالت میبینی خراب بود، خود من جاده کسی اینو ای بابا این مملکت ما داریم آسفالتش خرابه. حالا چون خود من خیلی بخشی از اروپا رو شهرشو با ماشین خودم رانندگی کردم، یعنی من هر کشوری با هواپیما میرم اونجا تو خود فرودگاه ماشین میگیرم 4-5 تا شهر رو 6-7 تا شهر رو میگشتم. من نصف ایتالیا رو گشتم، کل تقریبا میتونم بگم نزدیک 13 شهر تو اسپانیا رو گشتم. توی جاده تو خیابونا خب میبینم آسفالت داغونه، ولی خیلی برام جالبه ایرانی خود سوئد اصلا آسفالت دیگه وجود نداره اینقدر داغونه، ولی ایرانی سوئد خیلی جالبه اینو انعکاس نمیدن و همون کسی که هر روز از خونش میاد بیرون آسفالت خونش تو سوئد خرابه اون عکس آسفالت خراب ایران رو داره شیر میکنه تو اینستاگرام. اینو من نمیفهمم. درست تو اگه شیر بکنی ما رو جلو خونه خودت، یعنی من لندن که رفتم شوک شده بودم، پر موش پر کثافت، یه شهر کاملا کثیف، بعد جلوی ساختمون بی بی سی خب بابا 7-8-10 نفر اونجا کارتون خوابن روبروی ساختمون بی بی سی. بعد برام تعجب آوره که این مثلا چجوری کارمند بی بی سی همیشه وسط این کارتون خوابا رد میشه میره و میاد در مورد کارتون خوابای ایران صحبت میکنه. اصلا روانا فشار چیز میاد روحی روانی میاد اینا رو میبینه. حرف من اینه که این قرضدگی اینقدر سنگینه که متاسفانه هر بلایی هم سر ما غربی ها بیارن ما ترش میخواییم که بگیم نه ما مشکلات کشورمون با وقت اینه که رابطه با غرب نداریم. مشکل اینجاست که ما از نظر رسانه خیلی ضعیفی متاسفانه تو جنگ رسانه کلن ما باختیم تا اینجای قضیه. خب به خاطر که نیروی حزب الله زمان شاه داستان خودشو داشت، بهایت نفوذ داشت، زمان جمهوری اسلامی حالا نفوذی‌ها رو که بذاریم کنار آسیب شناسی بخوایم بکنیم، بچه حزب الله یا در عرصه رسانه‌ای خیلی خیلی اشتباهات عجیبی دارن. یعنی آدم میمونه اولا که رسانه یعنی ظاهر، یعنی اصل داستان ظاهره. یعنی شما من و تو چقدر هوشمندانه این کار رو کرد، من و تو اومد با یک فضای رنگی یک مشت دختر پسرایی که اینجا
اگر تو من و تو نمی رفتم، من قسم می خورم باید می رفتم توالت مکدونالد و اینا رو می شستم. نهایتش می شدم یه کسی که پشت باجه پشت صندوق برگکینگ وایسه یا سابوی رو بخواد به چرخونه چی باید. اینا برنده ساندویجی اینجا هستش، نهایتا تو این ساندویجی این برنده صهیونیستی میتونستن برن مثلا صندوق دار بشن. یعنی من و تو، من این دختر پسرهای جمعه جمع که حتی لباس تنشون مال خود اینا نیست، یعنی تو من و تو اینا تا یک سال اول، چون ما اینجا یه چیزی داریم توی استوریت بهش میگن اوپت شوپ، حالا تو کشورهای دیگه هم هستید، شما هر لباسی که بخرید تا 2 هفته میتونید ببرید تست بدید. بعد اینا میرفتن لباس ها رو از یک برنده خیلی ساده مثلا HM، حالا توی استوریت HM هست، اما توی همه جای اروپا هست، از اینجا میخریدن و این لباس ها رو میپوشیدن، میرفتن دو واجنه دوربین بعد میبردن پس میدادن اوپت شوپ میکردن. ولی با اون فضای رنگی با اون جوونی اینا تونستن، یعنی حرفی که ندارن بی محتوا ترین حرف رو تو جامعه ایران ببرن. یعنی من و تو اندازه محتوا یکی از بی محتوا ترین تلویزیون هایی که تا الان وجود داشته، ولی فقط با رنگ. منطقه حالا حزب الله ها کاملا نقطه مقابل اینا. یعنی شما مثلا برنامه های خیلی از این حزب الله ها رو که گوش میکنی مثل جهان آرا، مثل سرعی ها، حالا فارغ از اون بحثی مذهبی شد که ای بخوایم فاکتور بگیریم که من موافق نیستم، ولی بحث علمی و بحث سیاسی عمیقی دارن مطرح میکنن، حرفای خیلی عمیقی. من تعجبی که میکنم از خود آقای خامنه ای، چون خود آقای خامنه ای این جمله رو سال 66 گفتن، ولی خودشون به اون شکل نه خودشون نه فضایی رو مهیا کرده باشن که این کار حرف خودشون رو جامعه عمل بپوشونن. میگه بهترین حرفم شما اگر با روش رو قطع بزنی نمیتونی نتیجه بگیری، حتی اگه بهترین حرف باشه. و بچه حزب الله یا حرفاشون نسبت به مخالفینشون خیلی درست داره، اصلا قابل مقایسه نیست سطح حرفایی که امروز حزب الله یا دارن میزنن با توجه به اختلاف عقیدتی که دارن، ولی حرفایی که اینا دارن میزنن جان کلامش خیلی بالاتر از مخالفین خودشونه، منتها اینو بد دارن میزنن، این حرفا رو دارن بد میزنن. یعنی این مشکل این، برای همین ما جنگ رسانه‌ای رو همیشه باختیم و خواهیم باخت، بخاطر اینکه تا زمانی که یاد نگیریم تو رسانه چجوری باید وارد بشیم، شما بهترین حرف هم بیار بزن فایده نداره. ببین اصلا یه جا خوب رسانه بذاره که وارد بشی چه فایده، که ما الان صدا سیما وقتی نمیذاره مثلا یک برنامه مثل جهان آرا یا تا ثریا باشه، اینا چجوری میخوان واقعا رسانه رو بگیرن؟ نه خب یه بحث تو فرزین شما خود من خودمونم ما تحریمیم، یعنی اینجوریه ما خودمون رو تحریم اونش میکنم. هست نه اونش هست، اگه تحریم هم نباشیم خود نیروی حزب‌اللهی اون چیزا رو انجام نمیدن، اینا هیچی، ما خودمونم رسانه خودمون تحریم، اصلا به کسی کار ندارم، همه اینا هست. ولی همین سوشیال مدیا، من خودم وقتی اومدم خارج، من تا 3 ماه که بیشتر تا 5 ماه اول تو تلویزیون لس آنجلسی برنامه داشتم، 3-4 در این تلویزیون شما بزنید فیلم زیر خاکی من در بیاری، تو تلویزیون لس آنجلسی برنامه داشتم. من از 5 ماه دیدم اینا خیلی داغونه، یعنی دیدم، یعنی تو اصلا اون موقع هنوز برانداز بودم، ولی تو کانتکست براندازی دیدم اینا خیلی داغونه، یعنی خیلی پیش از نقدن، و من اگه بخوام پیشرفت کنم در این تلویزیون لس آنجلسی پیشرفت نمی‌کنم. از این تلویزیون اومدم بیرون و بعد دیدم که اگر بخوام تلاش کنم لابی کنم بتونم خودم برسونم، من و تو و قیده دیگه نمیتونم حرف خودم رو بزنم، یعنی بعد یه صحبت هایی، چون خیلی جالب بود من و تو و قیده اینا اون موقع با این که حتی شما برانداز باشی، ولی برانداز نیروی هم باشی باز باید مشکل دارن، این شما باید حتما یک برانداز کاملا لیبرال باشی که به پروبال بدن، شما برانداز میهن پرست هم نمیدونی، یعنی آقا گور پدر جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی هست بود کنه، ولی مثلا بیا سیستم پادشاهی باشه من میهن پرستم، میگم نه. یعنی کاری کنن، حتی خود رضا پهلوی کاملا یک لیبرال ضد پادشاهیه، این خیلی چیز جالبیه. اصلا رضا پهلوی بزرگترین دعوای من باهاش این بود که اصلا مخالف پادشاهی، بعد به این نتیجه رسیدم پس اگر من میخوام کار جدی کنم، کار جدی دیگه سوشیال مدیاست. من نسل اول کسانی هم که برنامه اینترنتی شروع کرد سال 2013، یعنی آخرین نفری هم از کسانی که برنامه اینترنتی حد سال 2013، چون اون موقع نه فیسبوک لایف داشت نه اصلا چیزی به نام اینستاگرام بود، نه اصلا وجود نداشت، فقط در یوتیوب میشد برنامه تعریف شده آپلود کرد، یعنی حتی خود یوتیوب هم لایف نداشت. بعد من شروع کردم برنامه، خب تو همون سوشیال مدیای یوتیوب اینا، خب ببینید سر داستان سوریه، اما اینکه من یه قیامتی کردم، من مجری مثلا کانال 4 خودش، یکم مجری کانال 4
پیام داده بود از طریق تلگرام به من و اینا بس صحبت کردیم، موقع تأثیری که اصلا تو تونستی با همین سوشیال مدیا تو جنگ سوریه داشته باشی توجیه کنی ما نتونستی. تو تا سال 94 که شهدای سوریه رو اینا میمونن یواشکی دفن میکردن تو ایران، خیلی حرف میه شما ببین یه اقدامی بکنی تو سوریه که یک شاهکار سیاسی بود. الان این حضور ما تو سوریه یک شاه این جمهوری اسلامی مشکلیه، این مشکلاتی داره دقیقاً مثل محمد رضا شاه. محمد رضا شاه یه جشنه 2500 ساله رو برگزار کرد، یه کار شاهکار بود واقعا، یه شاهکار بود، ولی چون اون رو نتونست خوب تبلیغ کنه نقطه ضعفش رو هنوز بهش فوش دادن، هنوز هم بهش فوش میدن. جمهوری اسلامی هم دقیقا مثل محمد رضا شاه مثل گام نه منشوره است، یعنی میره یه کار بزرگ انجام میده ولی چون نمیتونه اون رو درست بیا صحبت کنه شکست میخوره. جمهوری اسلامی دو سه تا کار بزرگ کرده، یکی همین جنگ سوریه بود که اینو نمیتونی بگی کار درست سیاسی، این شاهکار سیاسی بود، خیلی واقعا فکر تمدنی میخواست که و شجاعت میخواست که شما بری از بشار اسد در برابر 120 کشور وایسی دفاع کنی، اونم بشار اسدی که یک سوم خاک دمشق هم از دست داده بود تا سال 91 و شما رفتی و نجات دادی، ولی نتونستی اینو بیاری به مردم بگی چرا ما باید اونجا باشیم. و چون اینو نتونستی درست بگی و چون از منظر خودشون میبینن این بچه از گلدایی اومدن گرنده، کسی که رفتن اونجا رو گذاشتن مدافع حرم، حرم حضرت مثلا فاتح، همه اینا ارزشمند، ولی این ارزشمندی برای نیروی حزب الله. مردم همه شما تو ایران مذهبی نیستن، شما تو امر بخش من از من پرچین گیری میکنم، ولی شما تو امر بازاریابی، چون بازاریاب بودم، میگه وقتی شما میری مثلا یه چیزی رو بازاریابی کنی هی توضیح نده این جنس هم خوبه، نگاه کن اون طرف چه نیازی داره، اون نیازشو بگو، هی بگی جنس من خوبه، یارو میگه خوبه، خب این نیاز من نیست، بعد تو نیاز طرف، نیاز مردم ما امروز مثلا حرم اینا برای همه که میشه ابتدا دغدغه مذهبی دارن، بعد شما میگی مدافع حرم میان و اونا خوب دوست دارن، ولی بعد این مردم باید باش بگه با امنیتته اگه اینو توی سوریه نجنگن اینجوری میشه. و آخر جمهوری اسلامی در سال 95 اینا اصلا 95 شروع کرد این گفتمان امنیتی که اصلا این گفتمان امنیتی که ما داریم میریم برای امنیت شما میجنگیم اصلا 95 شروع کرد. بابا از اول بگو، یعنی آخرش هم تا سال 95 جمهوری اسلامی میگه ما داریم میریم فقط برای حرم نجات بدیم حرمو، بعدی ندی که نتیجه نمیده، داده شهدای خودش هم یواشکی دفن میکنه. از 95 به این بعد دیگه شروع کردن رائفی پورا و اینا شروع کردن بحث امنیتی رو به درستی پیش کشیدن، که من ضمن این امنیتی کشیدم من اومدم فاکتور ملی گرایی هم بهش دادم، گفتم آقا بعد از داستان هخامنشی و رسیدیم به سواحل شرقی مدیترانه، بعد دیگه بعضی جامعه گفتن ما درستان مذهبی نیست، ولی کار درسته اینا اونجا نباشن میان. یک داستان دیگه اینه که مثلا جمهوری اسلامی توی بلوچستان خیلی زحمت کشیده، یعنی اقداماتی که تو این 40 سال جمهوری اسلامی کرده تو بلوچستان خیلی کار بزرگی بوده، ولی شما ببین هر کی میخواد به جمهوری اسلامی حمله کنه فورا میگه که آقا بلوچستان مردم مثلا بچه‌ها مدرسه ندارن، تو چادر دارن درس میخونن. این بخاطر اینه که شما جمهوری اسلامی کارها زحماتو میکشه ولی نمیتونه اینو درست بیا تبلیغ کنه، چون تبلیغش یه تبلیغ اسلامیه و اینو نمیفهمه که تبلیغ اسلامی نهایتا اون بخش از مذهبی ها رو سر شوق میاره، همه رو سر شوق نمیاره، باید یه حرفی رو بزنه همه رو سر شوق بیاره. یعنی اگه 5% مذهبی میگه اسلامی میگه، 5% امنیتی و ایرانی و غیره میگه، اینا رو ترکیبی کنه. من نمیگم حذف بکنه اسلامیتش رو، نمیتونه حذف بکنه اینا اصلا، تمام پایه این نظام به هر حال بر اساس اسلامش هست. من همه حرفم اینه که تو کار رسانه‌ای تو باید یاد بگیری که ترکیبی کنی، یعنی 5% بدونی که آقا داری برنامه اجرا می‌کنی یه بخشی مذهبیان یه بخشی فلانن. الان خود من دو تیف که خیلی مثلا برنامه من نگاه میکنه، یکی مذهبیان یکی هم ضد مذهبیان، یعنی تا به این لحظه تمام کمک های مالی که به من شده تماما کسان رو ضد مذهب بیرم کمک کردن، این اصلا اینا اسلام رو قبول ندارن، ولی جالبه میگن ما ایرانه که دوست داریم، برای همین چون به این حرفا رو میزنی یا خامنه ای دفاع میکنی کمک مالی میکنی. این رسانه باید این باشه، رسانه باید بتونه که چون من وقتی برنامه اجرا میکنم میدونم هم مخاطب مذهبی دارم هم غیر مذهبی دارم، من هر دو طرف رو میخوام چیز کنم بر روی گفتمانی که مشترک باشه بیارم. جمهوری اسلامی اینو بلد نبوده تو حوزه رسانه، تا زمانی هم که نفهمه شکست میخوره. جدیدن دیدم فؤاد ایزدی و اینا فهمیدن، میگن ما تو این 40 سال یه رابطه عمیقی با نیروهای مذهبی پیدا کردیم، اینا مشاوران خامنه ای، و
ولی ما نتونستیم همین رابطه رو با قشرهای دیگه پیدا کنیم. آقا 80 میلیون ایرانیه، خدایش ما چقدر مثلا مذهبی داریم؟ 10 میلیون. شما سر سلیمانی ولی دیدید که قشرهایی که اومدن خیلی هم مذهبی نبودن. پس سلیمانی چی شد؟ سلیمانی خیلی سلیمانی رو فرامذهبی میدیدن، یک چهره ملی میدیدن، همه اومدن تو خیابون، همه ناراحت شدن. این کار درستیه؟ یعنی بعد چهرهایی مثل سلیمانی رو درست کرد، فراجناحی، فرامذهبی. حتی شما من میدونم موبل زرتشتی تو یه از یکم موبل ها شروع کرده بود اعداش به زبان زرتشتی، بخش مثلا تمتیز میکن فرورتش فرورتش نه بخش فروهن رو میکن فروردین یش رو داشت برای روان سردار سلیمانی میکن. این یه چهره فرامیلیه. اگر نه تو حوزه رسانه تا زمانی که دوگ باشیم فقط بخوایم از روزن مذهب بهش نگاه کنیم، خب شکست میخوره. جمهوری اسلامی شکست خورده تو حوزه رسانه. آخه متاسفانه ما یه سری چیزای حساس داریم خب که دست یک سری آدم هاست که کارشون رو درست انجام نمیدن، واسه همین ما توی حوزه رسانه قوی نیستیم. دیدون چی میگم؟ یکی همه اینا هست، یکم خود نه خود خود حزب اللهیایی که خوشبخت هستن، خود اینا هم یه سری چیزا رو خود همین رایتی کن یه خورده مورد توجه قرار گرفت، یکی از دلایلش همینه که ریشش رو تیپ میزنه. حالا من که خودم همیشه ریش دارم خودم شخصا، ولی از اون حزب اللهیایی چون من کلا خیلی وقت پیش شاید نزدیک 13 14 سالشون رو میشناسم، یعنی زنده سخنرانیاشون میرفتم، من خودم مشهدی اومدم مشهد، من زنده میرفتم سخنرانی، من حتی باشون مسافرت هم رفتم. و اینکه ایشون هر نوع قشری رو میپذیره، یعنی اینجوری نیست که به هر کسی یک نگاه خاص داشته باشه. نه، هر اون ظاهرشو دارم میگم، اون ظاهرشو دارم میگم، همین تیک زدن ریشش خیلی تاثیر داشت. خیلی از قشرهای غیر مذهبی، من خب تو اروپا تو کانادا خب میرم، مثلا تو کانادا وقتی میرم تو خیابون لانزل که خب خیلی ایرانی هست میرم، مردم منو میبینن میگن آقا رایفی پور ما نگاه میکنی. خب میدونی یکی از دلایلی که میتونست تاثیر بذاره همون تیپ زدن ریشش. میگه ببین حالا تا تم نزدم. نه یعنی ببین ظاهر خیلی مهمه. ببین شما وقتی ظاهر رو حفظ نکنی، ظاهر و باطن اینا همه مهمه. بعضی میگن آقا فقط سیرت انسان مهمه، باطن انسان مهمه. من کاملا با این حرفا مخالفم. اونم بخصوص در جنگ پیچیده رسانه‌ای، در جنگ پیچیده رسانه‌ای ظاهر خیلی، من میگم که همین رایشو بود اصلا لباس معمولی میپوشه، اینا نه کراواتی میزنه نه فلانی، ولی همین تیپ زد میشه شده یک بحثی از بحثا رو تونست جلو ببره. مگر نه نیروهای حزب اللهی بعد خیلی توی عرصه رسانه نگرششون رو دگرگون کنن. مثلا من یه مستندی دیدم از تهران تا دمشق، ببین یه مستند واقعا شاهکار بود به نظر من. یعنی بعد رفتم دیدم که کسی که اینو ساخته چقدر از این حزب اللهی های امول خیلی داغون علازه تیپ رو بیافته، و حتی اینستاگرامش رو چند تا پستش رو خوندم خیلی داغون بود علازه تفکری. بعد تعجب کرده بودم این چجوری اومده یه همچین مستند خوبی ساخته، خیلی مستند قوی بود. یعنی من به نظرم که جمهوری اسلامی اگر میخوان موفق بشه یکی از الگوهاشو میتونه همین تهران تا دمشق رو بذاره. مستند رو حتما دیدید؟ آره، مستندیه که اینقدر قویه از لحاظ محتوا، به خاطر اینکه تو محتوا اصلا نمیره سمت مذهب، چیزی که به درد همه میخوره. میگه ببین این سوریه اینجوری شده، بحث امنیتی، میاد از روزن امنیتی به قضیه نگاه میکنه، نه یه شاهکار به نظر من خلق میکنه تو مستند تهران تا دمشق. ولی برام جالب بود یه آدمی کاملا امول حزب اللهی رفته اینا از این روزن تونسته نگاه کنه. بس این نشون میده نه بچه حزب اللهی ها حتی اون مدل های خیلی امولشون اگر بخوان کار بکنن کاری جدی میتونن بکنن، کار قشنگی میتونن. شما فیلم های این سال های اخیر هر کدوم که قابل دیدنه از طیف همین بچه حزب اللهی در سر میاد. به عنوان کسی دارم میگم که خدا شاهده خیلی بیرونم انداز عقیدت. شما مثلا فیلم های مهتمیان، حالا فیلم آخرش رو ندیدم که اومده، شاید مشکلاتی داشته باشه، ولی فیلم های قبلش که دیدم مثلا فیلم ماجرای نیمروز یا ماجرای بحث لاتاری، اینا فیلم هایی که علاوه ساختمی خیلی قویه، پیام های خیلی خوبی داره. یا شما فیلم های آقای حاتمی کیا یه حزب اللهی، خیلی فیلم های خیلی جدی و خیلی فیلم های قویه. بعد شما سینمای مقابلش رو داری میبینی، اونایی که قردگران
اصلا فیلم هایی که درست میکنن توهین به شعور آدم فیلم نیست، اصلا آدم میمونه اینا چطور روشون میشه. این فیلم های سطحی و سترون و من کلا یه مخالف سری نظام چرت هم. و پرت میسازن که بعد فیلم شده مثلا. بعد اینا میدونی به خاطر اینکه، ولی اونا فقط تلاش میکنن که مثلا، من حرفم اینه، یعنی بچه از مولایی بهتر میتونه بهترین فیلم ها رو درست کنه، بهترین مستندا رو بده بیرون و درست ثابت میکنه، منتها باید یک نگرشی داشته باشن، یه سری چیزا رو باید الگو قرار بدن دیگه. بحث رو من رو حوزه امنیت و رو حوزه، ببین شما 40 سال به خود 20 سال اول خیلی نظام با یه گفتمان ضد ملی اومد رو کار، باعث دلخوری خیلی از بخش جامعه شد، باید الان ترکیبیش کنه. یعنی تر نمیگم یک بخش رو بذاره کنار، اسلام رو بذاره کنار، یا بگه دیگه فرد ایران ایران، یا افکار فانتزیه که بعضی بیان میکنن، من حرفم هم همش اینه، میگم ترکیبی باید بکنه. یعنی الان درست. ببینم وقتی خود خامنه ای و اینا، وقتی خود خامنه ای ببین بعد 40 سال در این 4-5 سال اخیر 2 بار تا الان 3 بار اینو گفته آقا منو قبول ندارید وارد بشید، خیلی جمله خوبیه، این خیلی جمله، یعنی این نگرشی که اینا دارن عوض میکنن منو خیلی امیدوار میکنه به آینده. یه قشر جدید از حزب الله مثلا همین رائفی و بعضی از اینا هستن که نگاهشون خیلی نگاه بازتریه، امیدوارم به آینده که تو حوزه رسانه ما بتونیم حالا با کمک این داستان کرونا خیلی این هیبت هیمنه کلن غرب و خیلی بد نیست. من خود شاهده دیروز رفتم برای خونه سوپرمارکتی رفتم که خرید بکنم، مثل این فروشگاه شهروند موننده، 70 نفر جلوی من واستاده بودم و من نزدیک فکر میکنم یه چیزی نزدیک شما 1 متر فاصله میگیره، چیزی چون نزدیک 80 متر ما بیرون از سوپرمارکتی صف بسته بودیم تا برسیم به سوپرمارکتی، در حالی که این الان تو ایران وجود نداره. این الان تازه من یه جایی دارم زندگی میکنم به قول خودم یه جای لاکچری گران قیمته که هر کسی هم نمیتونه زندگی کنه، ولی اینجوری بود. یعنی وضعیت ایران الان از جاهایی که لاکچری ترین و گرون ترین جاهای اروپا و آمریکا هستن، محله های معمولی ایران وضعیتش بهتره. این محله خدایش، ما معمولی هنوز به اون درجه نرسیدیم، تو صف نرفتیم. دقیقا. نمیدونم، شاید چون قرنطینه شدید به اون صورت ها، شاید اگه اینجا هم یه قرنطینه اونجوری مثلا مثل ایتالیا و اینا بکنن که از در خونه اینجوری، شاید اینجا هم صف بشه، ولی خب هنوز که اونجوری نشده. اینجا روحانی نه یکم ایرانی کلن شنبه میخواد یک سری مشاغل کلزاد کنه، باز دوباره موج کرونا را بندازه، یعنی اینجوریه روحانی. نه البته بگم دولت، حالا من نمیتونم قضاوت کنم سر کرونا درست عمل کرده یا غلط عمل کرده، چون اینا یه بحثاییه که اطلاعاتی که دست اینا میاد یه اطلاعاتی که دست من و شما نیست، نمیتونم قضاوتش بکنم. ولی در حال حاضر من به صورت ژورنالیست نظر نگاه میکنم، اندازه آمار که نگاه میکنم، شرایط دارم بالا پایین میکنم، ایران یکی از موفق ترین ها بوده در مدیریت. حالا چقدرش این مدیریت ما مدیون بخش غیر دولتی هستیم، بچه های حزب اللهی و غیره هستیم، چقدرش کار دولتی، اینو من نمیتونم قضاوت کنم، ولی اون چیزی که خروجی داده ایران قوی تر بوده. یعنی الان محله های جنوب شهر تهران بعضا از گرونترین محله های اروپا و آمریکا، که خود من توی یکی از این محله های گرون دارم زندگی میکنم، وضعیتش بهتره محله های جنوب تهران. این یه چیزیه که حقیقت، و من امیدوارم با شکست شدن هیمنه رسانه‌ای غرب، به خصوص مثلا شما دیدید تو بی‌بی‌سی که اینا دیگه آبی توشون رفت، دارن میگفتن آقا نماینده‌های ایران، مسئولین ایران چرا دارن کرونا میگیرن، دونه دونهشون تو انگلیس دارن کرونا میگیرن. این سردمدار جانسون، آره هم این خیلی چیزه، این کمک میکنه که هیمنه، ما باید فقط فرصت سازی بکنیم دیگه، یه مقدار دست و بال بچه های خوشفکری که میتونن کار رسانه بکنن و اینها رو ببریم به سمت این که از منظر ملی و از منظر امنیتی مسئله بیان کنن، تهش هم حالا دو تا اسلام، اسلام و امام زمان بندازن توش. کاری که من میکنم مدام برعکسش، من کل بحثا رو مطرح میکنم، اینا تهش هم دو تا میگم اهورامرزا زرتشت اینا، حالا اونام تهش دو تا بگن اسلام و اینا، میدونی بعد آدم کارو بلد باشه کارو درستان نیده، نه اینکه بیر از اول برنامه بگه آقا زرتشتی بشی زرتشتی بشی زرتشتی بشی، بعد آخرش یه چیزی بگه در مورد امنیت. این کار غلط درستانه ایه، نه اگر صبح شب بیام بگم زرتشتی بشی زرتشتی بشی همه حالشون بد میشه، میگه آقا برو چی میگی تو،
اصلا نمیخوایم زحمتش، گور پدر گور بابا حاصلت رو نداریم، ولی یه حرفی بزنید مردم جذب بشن. حالا حالا زرتشتی هم تایش هم میگم حالا همه تونو فرسپردم به اهورامزدا، یعنی میام یه 45 دقیقه حرفمو میزنم، بحث امنیتی باز میکنم، مسئله بیان میکنم، ته بعد از 45 دقیقه در حد 5 ثانیه هم میگم به یاری اهورامزدا خدا حافظ فلان. منتها بچه کاری اصلا ما خیلی فرق داره، یارو میاد اخبار بگه اولش به نام محمد و صلی الله و آل محمد و 2 ساعت در سنای پیامبر و فلان و اینا بیان میکنه. من خودم که واقعا میخوام اخبار گوش کنم میام، اما اگه زرتشتم بگه من نمیتونم دیگه نگاه کنم. چون ببین امروز دنیا که وقت ما نداریم، تایم خیلی چیزه، شرایط جوریه که بخصوص تو کشورهای اروپایی و اینا تایم به شکلیه که طرف صبح داره صابونه میخوره، همزمان داره اخبار اصلا صابونه میخوره، همزمان داره لباساشو دکمه هاشو میبنده، همه کار داره با هم میکنه. زمان یه چیزیه که معلوم دوست دارن آقا بری سریع سر اصل مطلب، حرف رو بزن، جان کلام رو اصلاف نرو. اینو بعد بریم نیروهای حزب الله در آینده چیکار میکنن، ولی نشون دارن یه چیز خیلی مهمه. یه زمان ما میگه توانایی ندارن، ولی ما الان میبینیم که نه توانایی داره، یعنی اگر بخوان کار بکنه ما دیدیم که شاهکار ایجاد کردن، خیلی جا هم نشون دادن دیگه. قد شد حوزه سینما دوباره چندین تو حوزه سینما میبینیم شاهکار میبینیم، پس توانایی وجود داره، پس توانایی دارن نواین حزب اللهی که ما بتونیم عرصه رسانه رو به سمت جای درست ببریم. منتها بحث اینه که یه مقدار بعد از اون نگاه های افراطی و دوگم دست برداری، وگرنه توانایی که دیدیم که خیلی بیشتر از جبهه مقابلشون دارن. بعد دیگه بعد خیلی ممنون، من صحبت هم تمام شد، خوردتون دارم، زنده باشی. خیلی ممنون دوستان، من سپاسگزارم. دیگه خیلی ممنون وقت گذاشتید، خوشحال شدم. سلامت باشید. شما تهران هستید دیگه، شما تهران بودید دیگه. من مشهد بودم. آه مشهد، به به، من اومدم، من 4 بار اومدم مشهد. به سلامتی، خوش اومدین پس. انشاءالله دوباره باز بیاد. زنده باشید. من پامو بذارم ایران، بعد برم اوین ایران، سمت اوین بعد برم اونجا خوش بگذرم. نه بابا، یکی دو گروه همین الان دیگه یه بار رفتی، انشاءالله دوباره میبینیم. همین الان ما داریم صحبت میکنیم، برخی از این بچه از ولایات تو فضای مجازی میگم دستمون بهت برسه تیکه تیکت میکنه. میان تو فضای مجازی میگن، خیلی علنی هم میگن، چون یک دست هم نیستن نیروهای حزب الله دیگه، ما از اون برم نیروهای تندوشون رو داریم دیگه، دارای محمشی کلا همه جور داریم بخشی... حزب الله یه بخشی داریم از این بچه حزب الله که هی به من رشته میکنن، بعضی از این بچه حزب الله دارن پنبه میکنن رشته های دیگر رو. در خب زنده باشید، ممنون، خوب سلامت باشید، لطف کردید، خیلی ممنون وقت گذاشتید. من برم که بخوام الان میگم تو چقدر اومدی بالا، رایحانه برو دیگه، بس زنده باشید، بدرود.